سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها در برنامه این هفته تاریخ تازه ها به مناسبت آغاز مذاکرات راهبردی آمریکا و روسیه به صورتبندی دیپلماتیک که مدل نورماندی و تاریخچه آن پرداختیم دوشنبه دهم ده ژانویه برابر با بیستم دیما مذاکرات راهبردی آمریکا و روسیه در ژنو آغاز شد تمامیت ارزی اوکراین حضور نزدیک به 100 هزار سرباز روسی در مرزهای شرقی آن کشور و از همه مهمتر امنیت اروپا از موضوعهای اصلی این مذاکرات است که یک هفته طول خواهد کشید شامگاه یکشنبه نهم ژانویه وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه ای آمریکا با سرگئی ریابکوف همتای روسی خود در ژنو دیدار کرد این دو تن سرپرستی هیئت های مذاکره کننده دو کشور را به عهده دارند وزارت امور خارجه ای آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد که در آن دیدار وندی شرمن بر تعهد آمریکا بر اصول بین مللی حاکمیت ملی، تمامیت ارزی و آزادی کشورهای مستقل در انتخاب اعتلافهای خود تاکید کرده است. روسیه از آمریکا و ناتو می خواهد که اوکراین را به عضویت ناتو در نیاورند، نیروهای نظامیشان را در شرق اروپا کاهش دهند و آمریکا در کشورهایی که پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی عضو آن اتحاد بودند پایگاه نظامی ایجاد نکند پس از گفتگوهای ژنو میان هیئت‌های آمریکایی و روسی روز چهارشنبه دوازده ژانویه جلسه شورای ناتو روسیه در بروکسل تشکیل خواهد شد این شورا از ماه می 2002 آغاز به کار کرده است یک روز پس از اجلاس این شورا در بروکسل شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا با حضور اوکراین در وین تشکیل جلسه خواهد داد آمریکا از فرانسه و آلمان در چارچوب مدل نورماندی حمایت می کند. مدل نورماندی یا فرم نورماندی صورتبندی دیپلماتیک چهار است که در آغاز جنگ داخلی اوکراین یا جنگ دنباس شکل گرفت در 6 جوان 2014 در حاشیه مراسم هفتادمین سالگرد عملیات فرود آمدن نیروهای متفقین در نورماندی نشستی نیمه رسمی در یکی از شهرهای نورماندی به نام ویسترام با شرکت رهبران چهار کشور فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین به منظور یافتن راحلی سلحامیز برای پایان دادن به درگیری های شرق اوکراین تشکیل شد. رحم سوفیا رشتی خبرنگار آژانس مطبوعاتی آمریکا که تلفظ ویسترام را مشکل میافت اصطلاح مدل نورماندی را برای توصیف روابط چهارجانبه میان کشورهای شرکت کننده در آن نشست به کار برد سپس فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و پس از او روزنامه نگاران آن اصطلاح را به کار بردند نشست ویسترام سرآغاز یک رشته مذاکرات دیپلماتیک میان رهبران آن چهار کشور و وزیران خارجه آنها بود در مطبوعات ایران مدل نورماندی یا فرم نورماندی را هنگام تشکیل آن در 2014 به قالب نورماندی یا گروه نورماندی ترجمه کردند باری دومین نشست رهبران چهار کشور مدل نورماندی در اکتبر 2014 در میلان برگزار شد. در سالهای بعد بر شمار اعضای هیئت‌های نمایندگی در نشستهای مدل نورماندی افزوده شد. از آن پس نشستها یا با حضور سران و مذاکره کنندگان برگزار می شد یا از طریق گفتگوی تلفنی میان سران چهار کشور برای مثال در 24 ژوئیه 2017 در یک نشست تلفنی سران چهار کشور بر حمایت خود از توافقهای مینسک پافشاری کردند تا چندی پیش روزها از نشستهای مدل نورماندی استقبال می کردند. در سال 2015 ولادیمیر فدروفسکی نویسنده و دیپلمات سابق روس گفته بود این صورتبندی دیپلماتیک بسیار اثر بخشتر از دیپلماسی دو جانبه آمریکا و روسیه است اگر بخواهیم از جنگ تمام ایار خودداری کنیم باید به نشست های مدل نورماندی ادامه دهیم زیرا بر این نشست ها دیدگاهی واقع بینانه درباره بحران اوکراین حاکم است اما در ماه های اخیر روسیه دیگر علاقه به نشست های مدل نورماندی نشان نمی دهد. در 11 اکتبر گذشته چهار کشور تشکیل دهنده مدل نورماندی اعلام کردند که به زودی نشستی برگزار خواهند کرد سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیشنویس بیانیه ای را پیش از تشکیل آن نشست برای همتایان آلمانی و فرانسوی خود فرستاد و سپس مدعی شد که آنان به پیشنهادهای او پاسخی ندادند. در پاسخ به ادعاهای لاوروف سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در 9 نوامبر اعلام کرد که هر دو کشور آلمان و فرانسه به پیشنهادهای روسیه پاسخ دادند و برگزاری نشستی را در چارچوب مدل نورماندی به وزیر امور خارجه روسیه پیشنهاد کردند اما او پیشنهاد آنها را رد کرده است بقیده بسیاری از تحلیلگران مدل نورماندی صورتبندی دیپلماتیک پیشرفته ای است که گفتگوی مستقیم میان طرفین جنگ را با حضور دو کشور میانجی امکان پذیر می کند اما به نظر می رسد روسیه این بار تصمیم گرفته است رو در رو با آمریکا مذاکره کند سیاست راهبردی رئیس جمهور آمریکا در یک سال گذشته پرهیز از هر گونه بحران در روابطش با روسیه بود تا بهتر بتواند به روابطش با چین بپردازد به همین سبب بعضی از تحلیلگران معتقدند که احتمال سازش بایدن با پوتین نه تنها اوکراین بلکه بیشتر کشورهای منطقه بالتیک را نیز نگران کرده است